این 3 و 8 نقش بسته بر پیکر این پوستر از متفاوت ترین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر خبر میده. جشنواره که سال گذشته به علت شیوع کرونا برگزار نشد و این ویروس منحوس امسال هم بخشای زیادی از اون رو به فضای مجازی برده. اون بخشایی که به شکل حضوری برگزار میشه، نمایش فیلم‌ها خواهد بود، در بخش ورکشاپ‌ها هم همین اتفاق میفته. در این دوره در 2 بخش رقابتی سینمای سعادت و جلوه‌گاه شرق به ترتیب 30 و 22 فیلم کوتاه و بلند از آثار داخلی و خارجی قرار دارند. در بخش مستند زیر ذره بین 10 فیلم، جشنواره جشنواره ها 20 فیلم، شاخه های زیتون 8 فیلم، نمایش ویژه 6 فیلم، در بخش کلاسیک مرمت شده 15 فیلم، مرور سینمای دانمارک 6 فیلم و در بخش ژانر معاصر 5 فیلم روی پرده خواهند رفت. ساعت نمایش های ما هم از حدود 11 صبح شروع میشه تا انتهای آخرین سانس ما به گونه ای تموم میشه که ما به در واقع ساعت منع تردد هم عزیزانی که میان فیلم ها رو میبینن بر نخورن. اینجا بازار فیلم یکی از مهمترین و اصلی ترین بخش های این دوره. قراردادی با سیناندو بسته شد و یه تعدادی فیلم رو ما در حقیقت میتونیم بارگذاری بکنیم که توی بازار خریداران و نماینده جشنواره های مهم دنیا که هستن، که خیلی نماینده های خوبی هم ما امسال خواهیم داشت اتفاقا در بازار جهانیمون، میتونن اون فیلم ها رو ببینن. بلیت فروشی هم آغاز شده و اعضای باشگاه مخاطبان جشنواره از تخفیف‌های ویژه‌ای برخوردار میشن. حد اکثر تخفیف تمام پلتفرم‌های نمایش فیلم استفاده بکنن، از تخفیف خرید کتاب انتشاراتی که طرف قرارداد با باشگاه هستن و سالن‌های سینمایی که طرف قرارداد با باشگاه هستن. 38مین جشنواره جهانی فیلم فجر از 5 تا 12 خرداد در پردیس سینمایی چارسو و سینما کانون برگزار میشه. جشنواره‌ای که ارتقا و بهبود اقتصاد سینما در این روزهای کرونایی رو هدف قرار داده. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.